ویدیویی به نوعی وایرال شده بود از آقای محمد رضا احمدی. درود بر شما جناب، خوب هستید؟ بعد واسه افتخار تعطیلات سال نو در کانادا خوش گذشت. در خدمتتون هستم. بفرمایید. همسر شما برای ویزای کار اقدام کردن در کشور کانادا، یا قصد دارید برگردید به کانادا؟ جناب احمدی، شما چرا کشور کانادا رو که از نظر جمهوری اسلامی یک کشور متخاصم هست برای اقامت خودتون، همسرتون و فرزندتون انتخاب کردید؟ نظرتون راجع به کانادا چیه در مقایسه با ایران؟ ایشون داره با من تهمت میزنه، حرفای بدی میزنه، ایجاد استرس میکنه. من تمام این مکالمه رو دارم ضبط میکنم. الان 3 دقیقه است که من دارم از همسر شما سوالاتی میپرسم و شما میفرمایید که من حرفای بدی به شما میزنم. آیا همسر شما به معنویت رهبر جمهوری اسلامی باور دارند؟ بسیاری از مردم ایران خیلی مشتاقن که بدونن شما نظر واقعیتون راجع به جمهوری اسلامی چی هست؟ Yes, I'm in the airport and depart. Yes, this is in the Turkish airline conference. دی خود میکنی فیلم میگی؟ شما چی؟ تو فضولی. قبل از اون هم ایشان دیداری داشتند در بیت رهبری که هر دو ویدیو وایرال شد. ما چون 3 نفریم، من آقای زکایی آقای خیام. من ندارم بیمزنم صدا و سیمایی هم آقا من ندارم. خیلی متشکرم. من ندارم بیمزنم. صحبت های آقای امید بصیر رو در این رابطه میشنویم. در مورد موضوع محمدرضا احمدی و خب سفرش که به کانادا بود، خب همه ما میدونیم که قبل از عید حدوداً چه خبره، چه حرفایی به وجود اومد. خودش در آنتن زنده برنامه اومد گفتش که برای مرخصی من مدتی در خدمت شما نیستم، و به نظر میشه که حتی خودش هم به دوستان خبرنگار اطلاع داده بود که من دارم به کانادا سفر میکنم. اولش صحبته در این حال شد که گفتن که ممکنه این بره کانادا مهاجرت بکنه و بمونه و از این حرفا داشتن میزدن، ولی بعد از بلوش بکنم 2 ساعت 2 هفته در من اواخر عید که شده بود دیدیم که برگشت به ایران. اساسا اون من با اون ویدیوهای برسن یه مقدار مسئله دارم. چند تا مسئله اینه که اول صحبت که اون جلوم خبرنگار میکرد میگفتش که نظرتون در مورد اینکه تو حضورتون تو دولت متخاصم هستین رو مطرح بکنید. اولا که اصلا دولت متخاصم نیست کانادا. کانادا روابط دیپلماتیکش با ایران به دلیل مسائل قطع شده، ولی تنها دولتی که در واقع جمهوری اسلامی به عنوان متخاصم میشناسه فکر کنم اسرائیله، به عنوان رسما اعلام کرده به عنوان متخاصم، و حتی آمریکا هم از نظر حقوقی این جمله رو در واقع نگفتن که استفاده کرد. من خودم از 2 زاویه این ویدیو رو دیدم و باش در واقع مواجه شدم. یه زاویه که خب حتما حرکت محمدرضا احمدی رو من میتونم مذموم بدونم، و اینکه خب شما وقتی که به عنوان مثال توی حرفایی که توی میای تو تلویزیون میزنی، برخوردهایی که میای میکنی و بعد میری و رفتاری که میکنی باش مسئله دارم، ولی از یه طرف دیگه هم بعد از یه زاویه دیگه همش نگاه بکنیم، ما خیلی از کارمندهای صدا و سیما، خیلی از افراد ایرانی رو می‌بینیم که همین توی سیستم ایران دارن کار می‌کنن، سیستم دولتی کار می‌کنن. یه سریشون جلوی دوربین ممکنه باشه، یه سری ممکنه پشت دوربین باشه، تو مثلا تو شهرداری باشه، جای دیگه باشه، و همین رفتار رو می‌کنن. یعنی میرن به کانادا سفر می‌کنن، برادر خواهرشون رو می‌بینن و برمیگردن. یه نکته که تو اون صحبت هم مطرح شده و داشتن در واقع تو فضای مجازی هم خیلی تاکید می‌کردن، گفته بودن که این به خاطر اینکه همسرش ویزای کار بگیره به کانادا سفر کرد. قانونی که دولت کانادا گذاشته گفته که هر کسی که ویزای توریستی بگیره میتونه به شرطی که اجازه کار یا در واقع کاری اونجا پیدا بکنه تبدیل به ویزای کار بشه و هم ورک پرمیت بشه، ولی این قانون اینو نمیتونیم در مورد حداقل محمدرضا احمدی بگیم که این اتفاق 100% افتاده. یعنی اون ویزای کارشو کسی نمیدونه به غیر از در واقع اداره مهاجرت کانادا رفت اقدامی کردن برای اینکه حالا ویزاشون رو تبدیل به ویزای مثلا پرمننت بکنن یا نه. اساسا من مسئله که آقای وارث باشون دارم و در واقع من نگاه جامعه دارم و فکر میکنم که این اشتباه هستش، ما این امثال محمدرضا احمدی رو به خاطر اینکه جلوی دوربین هستن و تظاهر میکنن سیب قرار دادیم، ولی تعداد زیادی تو این جامعه ما دارن همین کارو میکنن. آقای وارث، یعنی شما تو که دختر خاله، پسر عمو،
هر کسی که تو جامعه نگاه میکنه میبینی حتی ممکنه همین جوری باشن، ولی هیچ کس تو جامعه بهش خورده نمیگیره، هیچ کس تو جامعه بهش نمیگیره. و این یادمونم باشه این حرف که میزنم به معنای تبرئه محمد رضا احمدی و امثال هم نیست، نه، اینا 100% رفتارهایی داشتن که مزنونه. جایی من بیشتر به محمد رضا احمدی بیشتر گله دارم و ازش دارم فکر میکنم، اون اصولی که خودت میای راجع به دوربین جلوی صحبت میکنی و حرفایی که میزنی، یکی از چیزهایی که توی این مدت هم خیلی توی سیستم ایران صحبت شده بحث حجابه. ولی خب خود خانم خودش بر اساس خودش مثلا جلوی اون همچین حجاب خیلی استاندارده در واقع حکومت ایران ما ازش ندیدیم، یعنی اون حجابی بودش که همین اگه تو خیابون را برم میتونم بهش گیر بدم. و این قسمت واقعا ماجرای رو در واقع دارتش. ولی اساسا من خود محمد رضا احمدی و رفتارش رو مثل بقیه رفتارهای مردم ایران میبینم، یعنی خیلی ها همین مدل هستن، خیلی ها همین کارها رو میکنن، توی اداره یه رفتار رو دارن، بیرون یه رفتار دیگر دارن. این هم جزئی از جامعه است و اگر جامعه میخواد اینو نقد بکنه و در واقع انتقادی ازش بکنه، من فکر میکنم باید ابعاد بزرگتری رو ازش دید و فقط به یک فرد محدودش نکرد. ضمن این که من اون حالتی که اون خبرنگار اینجوری رفته و جلوی دوربین صحبت میکرد، اینجوری داشت صحبت میکرد، واقعیتش من دوست ندارم. حالا به بخش جامعه شاید بگین که چرا مثلا جذاب صحبتش درسته، یه مقدار این کارا مدل من تو سام رجبی مثلا توی همین دیدم کار رو میکردن، بیشتر حرکت خیلی پوپولیستی مانند بود، میدونین حرکت. و ضمن این که آیه وارس کسایی اومدن نقد راجب این رفتار ایران همین مینوشتن که بابا ما تو قطر دیدیم همینجور خودتون میومدین چاکرم بخلصن در مقابل ما مرز احمدی میکردیم. خب این که نمیشه سیاست به یه قوم دو هوا که برادر من که شما یا موافقه یا مخالفه، اینجوری اینقدر حالت رفتار نه صمیمانه و صادقانه باش برخورد میکنه، ولی بیایی نقد اینجوری بیرحمانه مینویسی من نمیپسندم. بالاخره یا اون پرسنالیتی اون رفتار فرد درست قبول داره یا نداره. من یه مقدار این تناقضم زیاد دیدم تو این مدت تو فضای ایران نسبت به نقد بهش. میخوای پس یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی از اون چی که گفتی بکنی؟ ممنون میشم. جمع‌بندی دو طرف به نظر من، دو طرف حرکتشون بده، هم محمد رضا احمدی به اون رفتاری که اون چیز صحبته که میکنه باور نداره، رفتارش غلط هستش، اون طرف هم که داره نقد خیلی میکنه و این حرفا رو میزنه خودش هم مشغول همون کار هست در جامعه، اتوماتیک داره همون کار رو یا نزدیکانش دارن میکنن یا خودش داره این کار رو میکنه و این داره نقد میکنه. یعنی میدونین جفتشون احساس میکنم دارن همدیگر نقد میکنن، خودشون ضعفای خیلی بزرگی رو دارن این وضع. یاسر جان شما رو میشنویم. عرضم بودون شما که بنده در رابطه با آقای محمد رضا احمدی میگم تو بخشی از صحبت‌های امید عزیز موافقم، اما اونجایی مخالفم که مردم چرا یهو این ویدیو وایرال میشه، به خاطر اینکه مردم شخصی رو در رسانه‌ای میبینن که هزینه کردن بابتش، یعنی حتی پول تو تهران، پول قبض برقی که میاد یه افزوده مالیات برای صدا سیما هست، یعنی اونو دارن میپردازن. بعد احمدی در برنامه های فوتبالی ورزشی کلن میاد خیلی تو گزارش هاش هم هست، مثلا گزارش های ملی خیلی ناسیونالیستی صحبت میکنه خیلی، اما کسی که میاد با مدیر بخش ورزش شبکه 3 آقای حسین زکایی، حال من از قدیمیشون رو میشناسم، حضور پیدا میکنن در بیت و شاید کسی نگفت این جمله رو، ولی خودش میاد میگه آقا میتونم یه انگشترتون رو داشته باشم. من آقای زکایی، آقای خیام من ندارم خیلی معمولا این جمله انگشترتون رو داشته باشم و از بسیجی های زبه در ولایت شنیده میشه، یعنی بارها فیلماش هست، دانشجوهای زبه در ولایت. من ندیدم از هنرمندی که حالا در بیت میرن دیدار دارن، اما ایشون وقتی که گفت اصلا صورتش گل انداخت. کسی که اینجوری میاد اینجوری
جلوی رهبری یک حاکمیت طلب انگشتنش رو میکنه، به نظر من اصلا خارج رفتنش یعنی فاجعه. اون کسایی که میرن و خیلی ها میرن به قول امید، اونا در ویترین رسانه ملی نبودن. و چرا جامعه سرخورده میشه و اینو وایرال میکنه؟ به خاطر اینکه میگه که چرا من نباشم، من نمیتونم از بعضی کردیت هایی که ایشون داره استفاده کنم، چرا من نباشم؟ این اومده از تلویزیون برای خودش اعتبار گرفته و چه مسا که از ویزای هنری یا ویزای چهره مشهور استفاده کرده رفته اون بر. بعد بله من قبول دارم این حرفو که امید گفت تو بخشی که در قطر بود، کاملا با امید موافقم. بعضیا چاکرام نوکرام میکنن، ولی از این ور میان توی رسانه ها، من حالا اسم اون رسانه ها رو نبرم، میان امید چیزو و ممرزا احمدی رو میکوبن. اما من خیلی شفاف صحبت میکنم، نه ممرزا احمدی پسر خالمه، نه رفیقمه، نه چیه، همکار رسانه‌ای که شاید هم هیچ ارتباطی با هم نداشته باشیم. اما اونجایی که میبینیم با شکل و شمایلی که در فرودگاه و خیلی راحت خونسرد داره جواب میده، اون احمدی رو نمیبینم که در گزارش بازی ایران و قطر بارها میگفت اسم قطری، بشنو قطری، ناسیونالیست بودنش به شدت اغراق در گزارش، اون منو آزار میده. تو که میگی ما بشنوید، ما ایرانی هستیم، ما ایرانی هستیم، چرا سرزمین تو بل میکنی میری؟ اگر سرزمین تو بل میکنی مثل مجید وارث شفاف در سال 1984 بگو به این دلایل من دارم میرم، وجود داشته باش. به قول مسعود کیمیایی یه جمله قشنگ میگه. من میتونم یه نکته‌ای بدم صحبت آقای صحبت از نگفته ول کردم را. این من دارم میگم اگه بخوام خیلی دقیق نگاه بکنیم، برای همین میگم که باید بررسیش بکنیم. این گفته من رفتم خانوادش فامیلی کسی رفته دوبه، احتمالاً ویزایی هم هستش به عنوان ویزیتینگ فامیلی اور فرندز، ما داریم دیگه، یعنی همچین کاتگوری ویزایی هستش. و اگر میخواست بره خب میمون اونجا دیگه. من حرفم اینه که نه مشخصه که این ورک پرمیت برای همسرش گرفته. ببین دفاع نیست دا. من میخوام بگم اگه میخوام یکی رو نقد بکنیم، بر اساس فکت‌های دقیقش نقد بکنیم. نه مشخصه چیز رفته یه سفر، خیلی هم گزارشگرای تو این من همین عادل فرستبور که رفیق خودمون هستش و واقعا یعنی همکار خودمون هستش، برادرش آلمان بود میرفت میدیدش. چه فرقی میکنه دیدن ممرزا احمدی که تو صدا و سیما هستش با عادل فرستبور که اون زمان صدا و سیما هست بود، رفته برادرش رو ببینه، چه تفاوت این فرقش اینه امید جان، اینه که عادل فردوسی‌پور اگر اومد آلمان به کسی نگفته من میرم آلمان. فرقش اینه که ممرزا احمدی قبل از رفتنش تمام رسانه ها نوشتن که این داره میره کانادا. بعد اصلا من نگاه کنم، من برادر خودم تو خود همین تلویزیون مشغول کار بود، الان امریکاست. اما من مخالف کسایی هستم که نقاب دارن، من اونجاش مخالفم. همون شمایل خانومش من اصلا به من ربطی نداره، به من اینو بگم اصلا ربطی نداره. من خانوادم به قول تو هممون خانوادهامون خارج از این مملکت رفتن دارن کار میکنن، اصلا مشکلی نیست. اینه که من به اون چیزی که میگم و اون بچه‌ای که پای رسانه ملی میشینه نگاه میکنه اینو، بعد این وایرال شدن اینو و خانومشو، همین مسئله حجاب و همین اعتراضات آقای احمدی تو تلویزیون برنامه داشت. من با اینا مشکل دارم، با رفتن و کار کردن احمدی در خارج از کشور اصلا مشکلی ندارم، اصلا بره ویزای کار بگیره مشکلی ندارم. من با نقاب و چهره هایی که عوض میشه مشکل دارم. من یه چیزی گفتم، من دست اون کسایی میبوسم، بسیجی رو میبوسم که مثلا میاد آقا چپیه میندازه، زانو میزنه، گریه میکنه، میره پیش رهبرش، فحشم میخوره، اما داره اینجاست، یعنی حاضر نیست پاشو بذاره بیرون، میدونی؟ اما من متنفرم از آدمایی که رامبد جوان مثلا میاد تو برنامه تلویزیون، برنامه شبکه نسیم خندوانه، بخندید حال کنید، اما بچهشو میبره تو کانادا به دنیا میاره. من مشکلم با ایناست، من اصلا با احمدی ها مشکلی ندارم.
آقا گیر افتاده، یه لنز دوربین روشن بوده، اون خانم حالا خبرنگار کارش حالا حرفه‌ای بوده حرفه‌ای نبوده، آقا اینو گیر انداخته. چرا من باید کاری کنم که بابت اشتباهم بیام عذرخواهی کنم؟ من باید درست چارچوبم رو درستی. عادل فردوسی حرف خوبی زدی، برادرش آلمانه، اما یک چیزی از عادل نقدم دارم با عادل بابت خیلی چیزایی دارم. ولی تایم هم خود عادل فردوسی رفت بود بیت دیگه، مگه فیلمش نبود بیت رفت بود نرفت بود؟ بله بله. نظرتون در مورد گل زدن به خب جامعه چرا واکنش نشون نداده نسبت به این قضیه؟ به خاطر اینکه نه، اون جامعه ما الان یک سریالیه آقای استاد وارث هم میبینه پایتخت، دقیقاً شمایلی از ایرانه، یعنی همه دنبال رو هستن، کسی تعمق نمیکنه، تفکر نمیکنه، ریز نمیشه به مسائلی که عمقی تر فکر کنه. ایران الان اونه. و حالا چون عادل بنا به دلایلی مثلا از تلویزیون یه جوری دیگه کنار گذاشته شده، نگاه کنید حمله میکنن به میثاقی، میگن چرا اینجاش اومده، چون تفکر نداره که محتوای برنامهش یکی، همین چند وقت پیش صحبت میکردیم محتوای برنامهش یکیه. ولی عادل رو چرا دوست دارن؟ چرا عادل مثلا برای مردم یه واوه؟ میدونید این احمدی و احمدی ها وقتی که میان تو رسانه، وقتی همین سالهای گذشته به خاطر حجاب برنامه اجرا کردن اینا، و اینا میگفتن آقا اسمس کنید برای روبیکا، برای شبکه های دیگه، آقا میموندن مردم وقتی که اینو میبینن سرخورده میشن. اونه که تو جنوب شهره به خاطر مسائل اجتماعی اقتصادی هر چیزی یا رو اجاره خونه نداره، میاد اینو نگاه میکنه میگه چرا من نباشم؟ این اومده از رسانه که من پول دادم شهرت پیدا کرده، الان داره راحت یه بلیت فرست کلاس میگیره. آقا به فرضان اصلا یه بلیت درجه 3 میره کانادا، خانومش هم میاد اونجا با غرور قدم برمیداره. ببین اینا آدمو آزار میده، راجبش میشه خیلی صحبت کرد. میدونم من، ولی حرفم اینه، من میگم تو جامعه ما این نفر دارن همین کارو مثل ممرضا احمدی میکنن. فرقش با ممرضا احمدی اینه که این چون جل دوربینه و در واقع این کارو داره خیلی عیان انجام میده، اینو به عنوان سیب کردن. نگاه کنید امید جان، مثلا میگن آقا فلان بازیگر سینما، من یه بار یه جایی بودم گفتن چرا بازیگرها طلاق میگیرن، گفتم من خیلی ناراحت شدم، گفتم دلیلت چیه که این حرفو میزنی؟ گفت نگاه کن مثلا امین حیایی با فلانی ازدواج کرده طلاق شده، با خانم نیلوفر خوشخلق ازدواج کرده، یا اولفرز پور عرب زن اولش بوده. گفتم وایسا استوپ استوپ، میدونی چرا تو اینا رو میبینی؟ هنرمندان یا رسانه رو میبینی که طلاق میگیرن و طلاقش به چشم تو میاد و بولد میشه، به خاطر اینکه تو اون حاجی بازاریه رو نمیبینی، عطاره رو نمیبینی، اون یارو بقاله رو نمیبینی که پشت پرده چه کار میکنه. ویترین نیست، اینا تو ویترینن. کسایی که تو ویترینن باید تاوان بدن. وقتی که من جلوی ویترین و لنز دوربین به شهرت میرسم، بابت این باید تاوان بدم، باید جوری قدم بردارم که مردم منو درست نقد کنن، مثبت نقد کنم. اگر مردم سیب مردم قرار بگیرم، اینجوری نقد میشم و مورد قضاوت مردم قرار میگیرم. من شهرت پیدا کردم مثل آدمی که میگه هنوز مشهور نیست، میخوان بشناسنش، وقتی مشهور میشه عینک میزنه، کلا میگیره، چون میبینه چقدر مورد قضاوت قرار میگیره. خب حالا یه صحبتی در مورد این شما که دارین انجام میدین ما دارم، ما در مورد آدمای مشهور صحبت میکنیم، ولی در مورد آدمای مشهور هم وقتی رفتاری که به زعم خیلی ها میتونه غیر اخلاقی باشه، ما سیاست نگاه مردممون هم یک با دو هواست. یعنی یه سری ها رو میایم کاستومایز میکنیم، یه سری ها رو میایم نمیکنیم. خب این یه ضعف دیگه. من ببین اینا بینندگانی که ما رو دارن میبینن حواسشون باشه، این دفاع از ممرضا احمدی نیست، ما داریم زاویه دیگه از بالا داریم به قضیه نگاه میکنیم، چون من میدونم دیگه من خیلی از مردم اینجوری نگاه میکنن. تا میگه دهنتو باز میکنی میای میگی راجع به این قضیه فکر میکنن که ما داریم سمت اونو میگیرم. من دارم میگم که آقا این برخورد دبل استانداردی که مردم ما دارن و در واقع با قضیه دارن، من نمیفهمم.
هنوز برای من روشن نیست. آیا فکر نمی‌کنید که به نظر شما آقای ریاستر که امید جان منظورت از دبل استاندارد یه دو تا مثال مثلا بزن. دبل استاندارد آره همین رو می‌خواستم. ببینید مثلا در مورد فروسیپور که محبوب داره، در مورد حتی تو فوتبالیست ها علی دایی که مطرح داره، شما یه سری رفتارهای گذشته شو هیچ موقع صحبت نمی کنی. من اصلا من باورم نمیشه. آقا بالاخره امثال اینا اگه راجبه داریم میگیم اون دوربینه هست، شهرته هست، کانسکوئنسه هست، عواقب ایجاد میکنه. من تا حالا ندیدم کسی یک نفر راجب آدم مشهوری مثل علی دایی گیر بده که چرا با بابک زنجانی تخته بازی کرده. اگه شما این آیا سر به من بگین. من تا حالا آبو ندیدم. دقیقاً درست میگی. چرا بله داریم از یه نگاه دیگه از بالا داریم نگاه میکنیم، بخوایم تحلیل کنیم. بله درست میگی. راجب علی دایی با بابک زنجانی تخته بازی میکنه مردم چی میگن؟ چرا؟ چون موقع مردم درگیر کارهای خودشون بودن و یک جریانی شکل میگیره به نام مسئله کشف حجاب، دختر انقلاب، سحر خدایاری، دختر آبی و و و و و این سلسله مراتب و اون جنبشه منفجر میشه 1401 و شروع میشه مهسا امینی. خب اونجا اون افراد که بسیار مشهور هستن و مردم سری نگاهاشون به اینه که الان فضا شبکه اجتماعی همه پیج دارن و اونی که نداره حالا به نوعی دیگه میان نگاه میکنن که خب ما که اینا رو قهرمان ملی میدونیم الان منتظریم یه کلمه بگن و علی دایی میاد میگه بعد اون بابک زنجانی پاک میشه، عادل فردوسی پور میاد یه جمله میگه، شاید جمله دوگانه باشه، دو پهلو باشه، اما اونی که سرخورده اجتماعیه و میخواد تمامه مثل فیلم کندو بهروز وثوقی میخواست تمام اون سکانسی که گفت اینجا تو کافه آقا نمیدونم اون بادکنک فروشه هست، بستنی فروشه هست، بچه های کوچه سرخپوسته هستن، میخوام همشون رو بزنم. اون از اون میبینه، از اون زادیه میبینه، بعد نگاه میکنه که تو اون شرایط تلویزیون محمد رضا احمدی میاد راجع به مسئله اعتراضات میگه اقتشاشات و مردم منتظرن فقط این یه حرکت کنه. من یه جمله فقط یه سوال کوتاه دارم در ادامه صحبتی که آقای بصیر کرد و پاسخی که شما دادید. شما در واقع میگویید که جامعه ما موقعی که یک موضوع تازه‌ای پیش آمده، اعتراضات سال 1401، همه تاریخ گذشتهش رو ول کرده، گفته هیچی، همه بیایم از صفر شروع کنیم، یک همچین چیزی رو شما میگین؟ دقیقاً جناب بارس، نگاه کنید قبل از 401 برنامه تلویزیونی من خودم به عنوان نویسنده به این برنامه به اجرا برخورد توی شبکه‌ای. من داشتم کارا میکردم، اما به وقت به تایمی که این اتفاقات افتاد من دیدم خیلی ها واکنش دارن نشون میدن و هر کسی هم ببین ما داریم، شما الان خارج از کشوری، من این داخل دارم حس میکنم، لمس میکنم نگاه مردم و افرادی که حتی تو خیابون و بازار میدن. ناگهان یه آدم میاد به فرض الان تو فضای مجازی، حالا یا ساخته شده باشه یا ساختگی باشه یا اتفاقی باشه، یه حرکت مثبتی انجام میده، وایرال میشه. مردم ما الان سردرگمن، مردم ما الان بله به قول شما میگن همه اونا رو گذشتیم، بیایم الان اون درست کنیم، بفهمیم کی با ماست کی با اوناست. میدونی مردم الان اینجوری شدن جناب بارز، آقای بصیر، به این دلیله که اگر امیده، اگر محمد رضا احمدی میاد میره اونجا و کسی که میاد در رسانه از حجاب صحبت میکنه، مردم منتظرن توی حرکت کنیم. اینجوریه. فرض مرزا احمدی می اومد تورنتو یا ونکوور یا هر جایی که ونکوور بود فکر کنم رفته بود، می اومد مثل سبک حمید فرخ نژاد می اومد به یکی از گروه های سیاسی پیوند می خورد و می اومد، آیا از تبدیل به یه آدمی که این حرف رو زده می شد قهرمان ملی؟ نه نه. چرا حمید فرخ نژاد شد؟ ما الان حمید فرخ نژاد به خاطر که حمید فرخ نژاد در اوج
ببخشید یاسر جان، لطفا تو حرف هم نرید. علتش هم اینه که صداهاتون میاد رو هم دیگه. بذارید آقای بسیط تو بازش که تموم شد شما بفرمایید. به خاطر اینکه حمید فرخ‌نژاد دقیقا وسط کار در سریال پدر گواردیولا و یک فیلم دیگه یهویی اومد یک پستی رو گذاشت و رفت مردم چون که دنبالش میکنن، فالوئر داره دنبالش میکنن و رفتش سریع هم تو جریانات اعتراضات خارج از کشور پیوست. اما امثال محمد احمدی رو که نها کنید، یه داستان دیگه هم بهتون بگم. فرق یک بازیگر با یک مجری خیلی، ما باید اول این رو بیاییم نشون بدیم. مجری وقتی که تو تلویزیون رسانه ملی برنامه داری، یعنی شما با تمام مسائل اون حاکمیت کنار اومدی و داری اجرای هر شبی داری، اجرای هفته یک بار دو بار داری، اوکی اینجا رو داشته باشیم. اما مردم هنرپیشه‌هاشون رو دوست دارن به خاطر نقش هایی که بازی میکنه. مثلا تو گشت ارشاد یه دیالوگ داره حمید فرخ‌نژاد که داره صدای مردمه و میاد اونو میگه، مردم اینا رو زفت میکنن، کوچیکه بچه میگه آخ داره حرف دل من میزنه. مثلا خوش شدن ارومیه به اجاره خونه عقب من چیه؟ ببخشید من البته چون دارم سویچ میکنم به خودم اجازه میدم که حرف شما رو واقعا مردم ما بر اساس دیالوگ یک فیلم قضاوت میکنن آدم ها رو، رفتارشون. بله یعنی خودت میگی نه ببینی خودت میگی فیلم، بله خودت میگی دیالو. مثلا یکی اگه توی یه فیلم دزدی کرده مردم با اون بدن، میگن این آدم بدیه. خب یا اگه جونه یه، من باورم نمیشه هم چیزی بباشید. جناب وارث نگاه کنید، این مثالی که من زدم دارم میگم مردم بازیگرانی که حرف دلشونو زدن و تأثیر گذاره. ما نمیتونیم بگیم نه یک فیلم نمیتونه تأثیر نداشته باشه، چون یک نویسنده بر اساس همان تفکر اجتماع میاد فیلم نامش رو مینویسه و اون بازیگر اجرا میکنه، حالا بستگی داره چجوری اجرا کنه. من میگم کسی مثل محمد رضا احمدی همان است، یعنی اجراش همان است، بازی داری اما داره بازی میکنه، توی زندگیش داره بازی میکنه. اما مثلا کسی مثل حمید فرخ‌نژاد میاد فیلمه رو بازی میکنه اما توی زندگیش داره میاد تو همون اعتراضات، ببخشید علی اللهی ها که خونش توی پاسداران بود، اولین کسی که فیلم گرفت و وایرال شد حمید فرخ‌نژاد بود. مردم اینا رو میبینن تو جامعه هستش داره فیلم میگیره از کشتار خیابون پاسداران که درگیری شد چندین نفر این صوفیا کشته شدن. اون موضوع مال سال 97 بود، خیلی قبل‌تر از اینا. ببینین من حالا در مورد قسمت حمید فرخ‌نژاد که صحبت شد، من یه مقدار مصاحبه دیدم، فکر کنم چند وقتش به شبکه تپش هم صحبت کرد، یه بخشش میگفتش که اومدم وقتی وارد اینجا شدم خیلی به هم داشتن فحاشی میکردن و اون گروه سیاسی اومد در واقع که طرفداری فکر می‌کنم رضا پهلوی بودم، برگشتن حمایتم کردن، من از اون شرایط در واقع اون فشار من آوردن. من اساسا آقای یاسر این فضا رو نمیپسندم، این نظر شخصی من، ببخشید، که یه روز یه نفر بیاد هر کس دیگه هر کاری مثلا 20 سال بکنه فراموشش بکنن بعد دوباره دو روز بیاد بگه که من اینجوری هستم، این هیچ گارانتی اولا این فرد وجود نداره، یعنی ممکنه این فرد دوباره تکرار بکنه این رفتاری رو و نشون میده اصولی هم نداره دیگه، چون ممکنه هر بار یه خطایی رو تکرار بکنه و یه به نظر من یه جاهای مجزواریه. امثال محمد رضا احمدی و امثال اینا رو تکلیفشون از دید من مشخصه، یعنی خب توی سیستم، توی شکلی، توی جامعه‌ای دارن اونجوری ارتزاق میکنن، ایراد خیلی بهشون وارده، کار بد خیلی وارده و باید هم نقدشون کرد و سیبل هم قرار بگیره. ولی من مسئله‌ای که من با این جامعه در واقع دارم فکر میکنم دارم این هستش که برای من هست به این که آقا آدم ها رو قضاوت تاریخشون رو یه هویی بذاریم کنار و بگیم که حالا تبدیل شده به فرد مستقل، این خیلی برای من سخته، خیلی سخته. یعنی بالاخره باید یه جای پاسخگو باشه دیگه، آقا این رفتار غلطی که همینجوری که ممرز احمدی پاسخگو باید باشه در مقابل رفتارش، بقیهشون هم باید پاسخگو باشن. آقا شما این رفتار داشتی بالاخره کدومی الان چه چیزی هستش؟ من والا ندیدم،
من ندیدم، یعنی تو این مصاحبه‌ای که مردم در واقع خیلی وایرالشون میکنن، چهره مردمی میدن و نمیدونم، هیچ کس نمیاد اون دل منفی رو از اون زیر اون پتو در میاره میاره بالا ها، بگه آقا اینه داستان، شما چی بودین، چرا این رفتار کردین؟ اگه شما دیدین به من بگین. آره شما دیدین، ببین 5 ساعت شاید من 4 ساعت ویدیوی تا حالا فکر کنم تولید کرده باشه عادل با راجع به علی دایی، مصاحبه‌های متعددی با تاپناک گرفته و چه دیگه. شما یک بار دیدین سوال کسی ازش بپرسه، سوال بپرسی که آقا شما چرا اینجوری بودی، آقا چی شد که شما این تغییر پیدا کردی، اصلا چه تغییر پیدا، این که دیگه سواله، این که دیگه نقد حتی نیست. یعنی میخوام بهتون بگم اون شکل فضا بیشتر شده آدم پرستی، حالا یا آدمو میبرم بالای بالا یا آدمو میارم پایین پایین، کسی اینکار حد وسط نداره، کسی نمیخواد نقدو بشنوه. و مشکل اساسی جامعه ما در واقع مسئله که در واقع محمد رضا احمدی هم خورده دقیقاً تو همین نقطه میچرخه، یعنی به جای اینکه بیان نقدی بکنن، بگی آقا جامعه رو بیان نقد بکنن که این رفتار درویی، این رفتار متظاهر در جامعه ما داره ده ها بار تکرار میشه، بیایم با نقد درست اینو اصلاح بکنیم، به یک فرد میان گیر میدن. اینه که مسئله های اثر ایجاد میکنه تو جامعه ما. ما یک فرد رو سیب نباید قرار بدیم، قرار دادنش بله باید نقدش کرد، باید باش برخورد کرد، ولی اینو نباید بکنیم بگیم آقا حالا که این هست شد تموم شد. خودمون داریم چی کار میکنیم؟ خودمون میریم توی یه وامی میخوایم بریم توی بانک بگیریم، خودمون یه جایی که بریم میریم کار میکنیم، این کار رفتار متظاهرگونه رو نمیکنیم. ما تو خونه هم حتی به همون رفتار رو یاد داده بودن که آقا یه شکلی که رفتار رو کن، بیرون یه رفتار دیگه بکن. اینم هم تو همون کانتکسته، این چه تفاوتی داره؟ این تو تلویزیون داره یه رفتار میکنه، ولی جامعه های طالب که برگشته به خودشون تو اومد صحبت بکنه که آقا این رفتار متعلق قدرش بوده، آیا اومدن یه سوزن به خودشون بزنن در برابر این قضیه؟ من ندیدم. همیشه در حالی هستن که یکی رو بکنن، در واقع یه رابطه لاون هیت دارن انگار با هم دیگه، عشق و نفرت، یا عاشقش میشن یا متنفر میشن. در صورتی که میشه یه مقدار خاکستری‌تر باشون برخورد کرد، همون آدم رو جذب کرد که آدم رو در واقع آدم رو اصلاح کرد، و همین که در مقام پاسخگو به هم جامعه اصلاح میشه. این مشکل جامعه ماست آقای یاسر و آقای وارث، من فکر میکنم که این کار رو نمی کنیم. من ما الان رسیدیم به شمایلی از جامعه که بلوشی قبول دارم، قبول دارم، میان آقا سیبل میکنن، میان میکوبن، میان اونو میکوبن. اما من صحبتم اینه، میگم مردم در فضای تنگنای فشارهای اقتصادی و اعتراضات 401 از آدمای فیمس مشهور آقا انتظار داشتن، میگن آقا اوکی بیاییم، آقا اون کارهای قبل رو فراموش کنیم، از الان رو نگاه میکنن. میدونم میدونم این سوالی که آقای بصیر کرد در ادامهش من دارم این سوال میکنم. شما پس جزء دسته ای هستی که معتقدی ما از 1401 تمام تاریخ رو باید بریزیم تو سطل آشغال و همه رو از 1401 ببینیم؟ مردم که ما نوکر مردمیم دیگه، هرچی اونا میگن درسته، اما ما به عنوان روزنامه نگار که نمیتوانیم تاریخ رو ندیده بگیریم. که من برمیگردم به همین چیز که منم بالاخره به سهم خودم در مورد آقای احمدی چیز کوتاهی رو بگم. ببینید چقدر خوب بود که آقای احمدی به احترام شغلش وقتی ایشون ازش سوال میکنه پاسخ بده، بگه خانم محترم من، و درک کنه اینو که ایشان یه چهره مشهوریه و طبیعی است که حالا یکی میخواد وایرال شه، یکی میخواد همون جوری که قربون صدقش میرن خوشش میاد، همین جوری هم به این سوال خیلی راحت بدون دغدغه بدون چیز، و چقدر این اثر مثبتی داشت. اما نکرد این کار. اما من میخوام از یه زاویه دیگه اصلا به این داستان نگاه کنم. بالاخره این آقای احمدی که رفته درخواست انگشتر کرده از رهبری و رو در رو ایستاده، اینا اینکه همینجور علکی ایجاد نشده که، اینا که دی دعوت کردن، شرایطی جور کردن که ایشان مواجه بشه و صحبت کنه. من میخوام از اونهایی که این موقعیت رو به وجود آوردند یه سوال بکنم، و
و سوالم اینه، بعد از اینکه ویدیوی ایشان رو در کانادا دیدید، آیا از اینکه چنین برنامه ریزی کردید راضی هستید؟ آیا فکر میکنید ایشان حق مطلب رو ادا کرده؟ آیا خلافی در جهت متضاد بودن با اونچه که ایشان در بیت انجام داده شما ندیدید؟ اگر جواب به این سوال این است که نه ندیدیم و چیز اوکی بوده، خب هزاران هزار میلیون ها میلیون جوان دیگه هستند که شاید از ایشان با استعدادتر، شاید از ایشان گزارشگران بهتر، خب اینا رو هم دعوت کنید دیگه. اما اگر دیدید که نه این کار کار شایسته‌ای نبوده، یعنی در تناقض بوده با اون جلسه، این دوتا ویدیو رو اگر شما متناقض تشخیص میدهید، خوشون برای چی هست تو این سازمان پس؟ یعنی اون چیزی رو که ایشون میبره زیر سوال، هم مردم رو میبره، هم سیستم حاکم رو میبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در هیچ کدام از دو مورد اصول رو رعایت نکرده، نه اصول جایی که رفته انگشتر گرفته رو، نه اصول روبرویی با یک حالا چه می‌دونم هموطنی که یه مقدارم حالا به قول این فرنگی ها اگرسیف هست و سوال ممکنه تندی بکنه. و این برای یک روزنامه نگار، یک جورنالیست، یک آدمی که الان سالهای سال داره گزارش میکنه، صدها شاید هزاران برنامه تلویزیونی اجرا کرده، خب یه ضعف دیگه. حالا افرادی که صحبت شدش که به قول خودمون خسارت دیدن، هزینه دیدن تو این مدت و انجام شدن، من در واقع صحبت میخوام بکنم. ببینیم این افراد کجا هستن؟ امثال مثلا ترانه استیکت ها، این ریگه امثال ها. آیا جامعه چقدر اینا رو بهشون در واقع به فکرشون هست؟ آیا چقدر راجع به اینا صحبت میکنه؟ آیا اصلا چه ما میگیم که اگر میخوایم یه آدمی رو بر فرض مثال بگیم که اصلا راه درست این هستش، آیا جامعه چقدر اینا داره اصطلاحا قدردانش هست و اپریشیتش میکنه؟ والا من چیزی که از این جامعه تقریبا دارم میبینم در حدی به اینا رو قدردانی میکنن که چهار تا بیان یه دو تا کامنت اگر میان بذارن، تازه که خیلیاشون ممکن نذارن، لیکن کسی نه به فکرشونه نه داره زندگیشون رو میکنه، همه در مشغول کار خودشون هستن. و اصل ماجرا و این کار به نظر من بدترین کار ممکن هستش که داره انجام میشه و اتفاقی که جامعه رو داره میبره به سمت سوی میبره، که طرف هم میاد میگه خیلی خب من اگه بیام همچین کاری هم بکنم، پس در همه یادشون میره، من چرا بیاد همچین خسارتی به خودم بزنم. من میخوام بهتون بگم مشکل از سمت سوی خود ما افراد مردم عادی هستش، مشکل جای دیگه آدرس غلط دادن به نظر من بدترین کار ممکنه. این اتفاق ما تو بیشتر تو خارج از کشورم داریم میبینیم تا داخل. بعد بیشتر ببینیم که آقا ضعف‌های خودمون کجاست و اون ضعف‌ها رو برطرف بکنیم. منتها چون ضعف برطرف کردن زمان بره، صبر احتیاج داره، فرهنگ سازی میخواد، مردم دیگه طاقتشو ندارن، نمیخوان تعامل بکنن و در واقع اینو درست بکنن. برای همین دنبال راه اصطلاحاً میانبر میگردن. راه میانبر نیست. اگر بخواد یه چیز دیگه کاری به صورت اصولی شکل بگیره، زمان میبره، باید فرهنگ سازی بشه، باید درست باش برخورد بشه، منطقی برخورد بشه تا در واقع به این نتیجه درست برسه. این سبک رفتار و این نگاه جامعه ما رو به هیچ جا نمیرسونه به جز اینکه یه در واقع حالت اگریسیوی برخورد میکنیم، خودمون رو خالی میکنیم، راحت میشیم، ولی نتیجه آخرش هم آتپوتی نداره. من دارم راجع به در واقع همتون عزیز در مورد اون خروجی صحبت میکنم. خروجی این افراد با امثال فقط یه به محمد رضا احمدی بدمن کردن نیست. بدمن کردن باید کلی از افراد جامعه بشه. اگر به اون نقطه رسیدیم که خیلی از افراد جامعه تبدیل شدن به بدمن، باید تغییرشون بکنیم، اون موقع است که جامعه اصلاح میشه. وگرنه تو همین نقطه میمونیم و همون پس فردا همه کارهامونو چه مثبت چه منفی فراموش کنیم. من نمیگم تاریخو بذاریم کنار، نه، من میگم که اون اتحاده، حالا ما دوچار یک پوپولیست اجتماعی هستیم، شدیم، و درست کردنش هم زمان میبره. نگفتم که اصلا مثلا
منم موافق نیستم که بذاریم کنم، اما میگم از لحاظ روانشناسی جامعه مردم ما سرخورده شدن از خیلی از مسائل. نکنید الان شما خارج از کشورید، اینجا از لحاظ روانی کسی که داره زندگی میکنه روز به روز داره میاد سایت دلار رو نگاه میکنه، دلار چند شد، روانی میشه. من خودم یکی، من تازه آدم صبوری هستم، صبح به صبح که سایت رو نگاه میکنم، اخبار نگاه میکنم، دلار شده 65، نگاه میکنم به حقوقم، نگاه میکنم به مخارج زندگیم، یعنی ثابت نیست. اینجا اگه یه نفر بیاد از دلار حرف بزنه، من میگم باریکلا دست میزنم، جون مادرت گفتی، میدونی اینو گفتی. آقای وارث عزیز، اگر میگم علی دایی در اون تاریخ یا وریا غفوری در اون تاریخ میاد یه چیزی میکنه، اون مسئله روانشناسی جامعه است. مردم ما هر روز درگیرن. یاسه جان یه لحظه به من اجازه بده. ببین عزیزم، کاملا فرمایش شما درسته که ما خارج زندگی میکنیم، شنیدن کی بود مانند دیدن. اما یه چیزم شما از ما بپذیر، شاید چون ما از بیرون میبینیم، شاید یه چیزی بگیم دوزارم گیر شما بیاد از این حرف ما. مثلا ببینید، بصیر یه جمله خیلی خوبی گفت، راه میونبری نیست. من تمام فرمایش شما که مردم فقیر، ما بالاخره فامیل داریم، رفیق داریم، مثل خود شما تماس داریم، میدونیم. اما من هیچ وقت ادعا نمی کنم که اینا که تو خارجن احساسشون همون مثل اونایی که تو داخلن. نه، مثالم هم همیشه اینه، میگم اگه سیدنی زلزله بیاد، این رو سر یاسر نمیاد. تو تهران هم اگه زلزله بیاد، رو سر من اینجا تو سیدنی نمیاد. در نتیجه ما علارغم علایقی که به هم داریم، وجوه مشترکمون کم شده. هوایی که شما استنشاق میکنی متفاوت از هوایی که من استنشاق کنم. در نتیجه من اصلا راست بگم، خیلی من حقی برای اینا که تو خارجن قائل نیستم. معمولا هم میبینیم همچین با سعی میکنم با ملاحظه صحبت بکنم، برای اینکه هیچ چیز قطعی رو احساس میکنم من حق ندارم که بگم. اما اینی که راه میانبری نیست، واقعا نیست. این رو تاریخ میگه، این رو همه چی میگه. ما جز با واقع بینی من فکر نمی کنم که به جایی برسیم، و واقعیت هم همیشه شیرین نیست، بسیاری از اوقات تلخه، اما پذیرشش کمک میکنه که تلخیش روز به روز انشاءالله کمتر بشه و شیرینیش بیشتر بشه. تا نوبت دیگه که در خدمتون باشم، به اتفاق امید بصیر و احمد یاسر، خدا نگهدار میگم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.